خلاصه وقتی که منو دید خیلی ناراحت شد، گفت خانم اگه به خاطر تو نبود اصلا امضاش نمی کردم. گفت آرکان واقعا چجوری میخواد مدیریت کنه؟ چی بگم بالا؟ روزی که ایلول دست از سر استاد آرکان برداره اون روز به شک میکنم، میفهمی عزیزم؟ همه فکر و ذکر اون زنه شده آرکان. بارش جون، ایپک جون، تو هم اینجا بودی، خوش اومدی. خیلی ممنون. چون از کارهای خونه خسته شدی اومدی دیدنمون، همینطوره؟ نه، ایپک از این به بعد اینجا رو مدیریت میکنه. در ضمن اینم بگم که دستیار منم هست. که اینطور، خیلی خوشحال شده. خب اگه آماده این شروع کنیم. من تا غذا نخورم نمیتونم شروع کنم. راستش امروز ظهر اصلا غذا نخوردم، از گشنگی دارم میمیرم. باشه، تو آماده میشین میگم چیزی براتون بیارم. من همیشه آمادم. پس غذای همین رستوران روبروی خیلی خوشمزه است، از اونجا براتون سفارش میدم، زود میارم. ایپک جون، من نمیتونم کباب بخورم، سالادو ترجیح میدم. تو حامله ای، فکر کنم دلت کباب میخواد. من باید حواسم به وزنم باشه، دو تا مغازه پایین تر سالاد دارن، میشه از اونجا سفارش بدی؟ من سالاد میخورم. منم اونجا رو بلدم، ولی متاسفانه شمارش رو ندارم. پس یکی بره بیاره دیگه. باشه، پس من از دوستای کافتریا خواهش میکنم که یکیشون بره بیاره. عالی میشه. چرا نخوردی؟ مونده که؟ تو زیتون ننداختن، لیموشم خیلی کمه، گشنم نبود اصلا نمیخوردم. ولی ماشالله به تو، همشو خوردی. البته عادی دیگه، حامله‌ای. من گذاشته بودمش لای نون واسه همین، ولی آدم وقتی حامله میشه بیشتر از اندامش باید به بچهش بکنه. ایپک جون، فرصتش پیش نیومد ازت در مورد کار بپرسم. تو قبل از اینجا جایی تجربه کاری چیزی داشتی؟ آره، تو دانشگاه. منظورم دانشگاه نبود عزیزم، اونجا که جای مهمی نیست، جایی که حرفه‌ای کار کرده باشی. نه، این اولین کارمه. کارمون سخته یا نه؟ ما میتونیم موفق بشیم یا نه؟ بالاخره به عنوان یه مدیر باید این چیزا رو بدونی دیگه. میدونم خیلی سخته، ولی من هر کاری که بتونم میکنم. شما نگران نباشی. خانما، اگه غذاتون تموم شده شروع کنیم. آره، تموم شد. تو هم رو صحنه میای خانم کوچولو؟ Thank you.